آیا کاری که از روی ریا انجام شود عبادت باشد یا غیر آن غیر از باطل بودن حرام هم هست اگر آن کار هم برای خدا باشد و هم برای جلب توجه دیگران چطور پاسخ این سوال رو با هم ببینیم و بشنویم قانون عبادات این است که حتما باید عبادت با قصد قربت انجام بگیره مثلا رکنش همینه چون اگر برای خدا نباشد برای تقرب الله نباشه ما رو از خدا دور میکنه پس نمیتونه عبادت باشه ماهیت عبادت درش تقرب خوابیده و حتما باید قصد غربت درش باشه بنابراین اگر در عبادت ریا بشه طبیعی است که اون عبادت از عبادت بودن خارجه و باطله کسی در نمازش ریا میکنه کسی در عبادت دیگرش ریا میکنه مثلا صدقه میده اما ریا میکنه صدقه صدقه که میخواد عبادت باشه وقتی ریا کرد دیگه عبادت نیست طبیعتا عبادات اگر با قصد ریا باشند باطلن این قاعده کلیش معلومه غیر عبادات غیر عبادات اونا نیاز به قصد قربت ندارن اصطلاحا ما بهش میگیم توسلیات با ساد یعنی چیزهایی که عبادت نیستن ولی گاهی بایدم انجام بشن مثال میزنم فرض کنید که حتما باید میت مسلمان رو ما دفن کنیم نمیتونه میت مسلمان جنازش بماند روی زمین باید دفن بشه واجبه آیا ما باید برای دفن کردن میت مسلمان قصد غربت داشته باشیم؟ خیر نه خیر اینجا دیگه معنا نداره بگیم باطل است دفنش کردیم چون ریا کردیم می‌خواستم نشون بدم که من آدم چنین و چنانی هستم آدم خوبی هم ببینید من این کارو کردم باشه اینجا دیگه نمیتونیم بگیم عمل باطله چون نیاز به قصد قربت نداشت این روشنه یا در معاملات مثلا در معاملات هم فرض کنید کسی معامله انجام میده این مهم نیست که قصد قربت داشته باشه نداشته باشه اصلا نیازی به قصد قربت نداره چون عبادت نیست اینا وضعیتشون روشنه در عبادت فقط ما قربت میخوایم اما این که آیا ریا عملی است حرام که انسان تو عملش غیر خدا را لحاظ کند حرام اون چی که در روایات آمده این است که روز قیامت ریا یک نوع شرکه یعنی